گفتیم یکی از مثالهای غلو کار بت پرستان بوده که بت رو بردن بالا و تبدیل به معبود کردن. مثال دیگر قائلین به وحدت وجود بود که خدا را آوردن پایین و با موجودات امکانی یکی کردن. اونا بت ها رو بردن بالا، اینها خدا را آوردن پایین. از اون جایی که مسئله وحدت وجود یه مسئله پیچیده‌ای هست و یادم نمیاد جایی هم برای طلاب و فضلا تفسیر کافی شده باشه، من فکر کردم یکی دو جلسه درباره مسئله وحدت وجود برای شما صحبت کنم تا روشن باشه. در جلسه گذشته عرض کردم وحدت وجود سه معنی داره، اینا یادتون بیاد تا متصل به بحث امروز بشه. یه وحدت مفهومیه، وجود امکانی و وجود واجب، هر دو مفهومش یکیه، یعنی لفظ وجود مشترک لفظی نیست که وضع کرده باشن یک بار برای وجود امکانی یک بار برای وجود واجبی، مثل عین که مشترک لفظیه، مشترک لفظی یه مفهوم داره. اینا هر دو مصداقن. این معنا که وحدت مفهومی که اشکالی نداره. دومم وحدت حقیقی بود، یعنی حقیقتی. حقیقت وجود نقطه مقابل عدمه، یه حقیقت واحده. به طور مشکک گفته میشه وجود امکانی، وجود واجبی، هر دو نور وجوده، مثل نور که هم به آفتاب اطلاق می شود و هم به نور یک شمع، هر دو نوره، یه حقیقته اما از هم جداست، این شمع این آفتاب، این هم عیبی نداره. و اما معنی سوم که وحدت مصداقی باشه، و آن این است یه مصداق در بار وجود در آدم بیشتر نداریم و اون خداست. آنچه میبینی اونها مظاهر وجود او هستن، اینها اعتباریاتن، واقعیت هموست و اینها مظاهر وجود او هستن، غیر از خدا در این عالم چیزی نیست. نمیگیم لا اله الا هو، میگیم لا شیء الا هو، غیر از او شیء وجود نداره. این معنا رو صریحا در کلماتشون صوفیه دارن، از جمله این که بعضی از سران صوفیه گاهی میگفتن لا، بله، سبحانی ما اعظم شأنی، سبحانی ما اعظم شأنی، چقدر شأن من بزرگ است و من خداوند سبحانم. یا یکی دیگه از سرانشون میگه لیس فی جبتی سوی الله، در جبه من غیر از خدا چیزی نیست. ما اینها رو با مدارکش اگر بخواهید در کتاب جلوه حق نوشتیم که در چه کتابهایی این تصریحات اونها رو ذکر کردن. بعد میان اعذار میادن، اینا شطحیاته، حرفهاییست که وقتی گرم میشن میزنن، بالاخره راسته یا دروغه، شوخی یا جدیه، یک سره کنید کارو. شطحیات یعنی چه؟ و اون شاعرشونم بدون شطحیات شعرش عرض کردم، میگه موج بحریم عین ما دریاست. ما امواج این دریا هستیم، یه دریا بیشتر نی، بقیه موجه، موجم عین دریاست،
موج بحریم، عین ما دریاست، موج از بحر چون جدا داریم یا چون جدا سازیم؟ موج نمیشه از دریا جدا کرد، عین دریاست. اونها میگن این حقیقت توحیده. حقیقت توحید این است هیچی در عالم غیر از خدا نیست، و گاهی هم اسمش میزنن اسرار پنهانی. به این اون نگید، شما رو تکفیر میکنن. اینا سر مگوی صوفیه همین وحدت وجود، چیز دیگری نیست. یکی از شعرا درباره منصور حلاج، میدونید منصور حلاج هم به واسطه این که انا الحق یا انا الله میگفت، این رو محکوم به اعدام کردند و دارش زدند و از سران صوفیه بود. بعد یکی از شعرا درباره او میگه، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. این که سر دار رفت منصور، اسرار هویدا کرد، انالحق گفت یا انالله گفت، اون سر وحدت الوجود رو آشکارا بیان کرد. گاهی هم ادعا میکنن، میگن نااهلان معنی وحدت وجود نمیدانن، همه چیز عین ذات حق است. به نااهلان نگیدید، سریست از اسرار. و شعرهای اونها تعبیراتی هم دارن. من یه تکه از اون اشعار ظاهرن ترجیبند هاتف اصفهانی هست که معنی وحدت وجود و خیلی قشنگ آمده در اشعارش منعکس کرده. اشعاری است که از نظر شعری خیلی قویه، اما وحدت وجود رو در عبارات مختلف و تشبیهات مختلف آشکارا بیان کرده. میگه یار یعنی خدا، یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیست یا اول الابصار. خداوند از در و دیوار نمایان. خب تا اینجاش میگیم یعنی اینا آثار وجود خدا هست. بعد میگه چشم بکشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار. آب صاف خداوند، گل و خار ممکنات هست. زاب بی رنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در این گلزار. آبی که بی رنگ بوده تو همه این گلها هست، حالا یا اتحاد یا حلوله. اون یار، اون آب که بی رنگه، آمده توی این گلها هزاران رنگ پیدا کرده. زاب بی رنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در این گلزار. پی بری گر برازشان دانی، که همین از سر اون اسرار، که یکی هست و هیچ نیست جز او. هیچ نیست که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حالا لا اله الا هو خوبه، یعنی معبودی جز خدا نی، اما که یکی هست و هیچ نیست جز او، هیچی غیر از او نیست. خب اینو با صراحت در سخنانشون میگن و سر مگو هست و میگن در جلو اینو نگید. آثار زیادی هم داره که من این آثارش انشالله خدمتتون عرض میکنم، باز در بخش دیگری از اشعارش این مطلب رو آشکارتر میگه. میگه من اشعارش نظرم، من نمیخوام معطلتون کنم، میگه من به واسطه شوق دیدار خداوند یه شب دیوانوار این ور اون ور میگشتم و رفتم به دیر مغان و در اونجا آتشی دیدم و
و پیری دیدم آتش افروزی میکند و من یه گوشه پنهان شدم و بعد دیدم که گفت برید این ناخونده پنهانی مسلمان رو برش دارید بیارید و آوردند و یه جامی از اون شراب به من داد. چون بخوردم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. نه عقلی موند و نه هوشی، نه کفری، نه ایمان. مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان، این سخن می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. اینجا هم میگه بله مست افتادم و در آن مستی و عقل رفت و هوش رفت و دین رفت و کفر رفت و ایمان رفت و دیگه دیدم همه عالم یه چیز بیشتر نیست. رسیدم به اون حقیقت وحدت وجود. این چیزیست که شعراشون گفتن، زعمایشون گفتن، بزرگانشون گفتن، کوچکهاشون گفتن. در اینجا یک کلامی نقل کنم از عروت الوثقا که ببینیم فقهای ما درباره این مسئله چی دارن میگن. من بعد وارد بشم و ادله بطلان این عقیده رو از دلیل عقل و از آیات و اینها خدمتتون عرض کنم. عبارت عروه اینه: لا اشکال فی نجاست الغلات، اما المجسمه، اونهایی که خدا رو جسم میدونن، و المجبره، اونهایی که قائل به جبرند و میگن ما مجبوریم در کارهامون، و القائلین به وحدت الوجود. نمیدونم چرا قائلین باید قائلون باشه، مبتداست دیگه، ولی متن عربه قائلین داره. اما المجسمت و المجبرت و والقائلین به وحدت الوجود من الصوفیه اذ التزموا به احکام الاسلام فالاقوا عدم و نجاستهم. اگر ملتزم به احکام اسلام باشن، نماز، روزه، اعتقاد به معاد، محشر، همه اینها را قبول داشته باشن، فقط در عالم خیال پردازی خودشون قائل به وحدت وجود باشن، تأثیری در برنامه های اعتقادی و عملشون نگذاره، اینا اقوا این است که پاکن. الا استثناء میزنه، مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم الفاسده. اگر ملتزم به لوازم مذهب فاسدشون باشن، اون وقت دیگه قائل شدن به پاکی اونها معنی نداره. لوازم مذهب اونها چیه؟ بگن وقتی آدم همش یکیه دیگه عابد و معبودی وجود نداره. عبادت یعنی چی؟ مگر خودش خودش رو عبادت میکنه؟ معاد رو قبول نکنن، مگر خودش خودش رو عذاب میکنه؟ خودش خودش رو پاداش میده؟ اگر از نظر اعتقادی و عملی لوازم این مذهب لوازمی داره که از خواهیم کرد، اگر لوازمشون ملتزم بشن پاک نیستن، اگر لوازم ملتزم نشن مثل بقیه اعتقادات، اعمال، برنامه ها، فقط در عالم خیال و پندارشون یه وحدت وجودی قائل باشن، حکم به طاعت اونها میشه. امام راه القدس سرو یه عبارتی ایشون در حاشیه داره، ایشون میگه به لوازم اسلام معتقد باشن، عبارتشون اینه: انکانت مستلزمتن لانکار احد ثلاثه. اگر این اعتقاد به وحدت وجود یکی از سه چیز رو انکار کنن، مسلمان نیستن. این ثلاثه چیه؟
قبلا گفتن الوهیت خدایی هست، توحید اون خدا یگانه هم هست، رسالت خاتم انبیا محمد سلام الله علیه و آله و سلم می فرماید ایشون اگر این اصول ثلاثه اصل وجود خدا، الوهیت، دوم یگانگی خدا، توحید، سوم رسالت پیغمبر، اینا را قبول داشته باشن، اعمال عبادات هم به جا بیارن، خب اینا را جز مسلمان ها می دانیم. ایشون هم این حاشیه رو در اینجا اضافه کرده، دیگران هم این معنا رو کیا؟ یعنی قلبن قبول کنن نه به زبان. زبان چیه؟ معتقد باشن، التزام همون التزام عقلیست. به هر حال اجازه بدید، حالا این اعتقادیست که اونها دارن، جمعی از صوفیه یا بعضی از غیر صوفیه معتقد به این یه چنین وحدتی هست. ما در اینجا از نظر عقل یه مقدار مسئله رو دنبال میکنیم. ما معتقدیم ذات پاک خداوند ذاتیست ازلی و ابدی. در بحث‌های خداشناسی اینا رو ثابت کردیم و ذاتیست ازلی و ابدی. درست؟ ذاتیست لایتغیر، تغییر در ذاتش نیست. ذاتیست کمال مطلق، یعنی کمال او بی پایانه، نه چیزی افزوده میشه نه چیزی کم میشه. عبادت که من میکنم چیزی بر جلال و جمال خدا افزوده نمیشه، اون بی پایانه، بی پایان که چیزی کم نداره. عبادات ما چیزی بر ما می افزاید نه بر او. بنابراین ذاتیست ازلی ابدی لایتغیر کمال مطلق، هیچ گونه تغییر در وجودش راه نداره. این یه اصل مسلم. از این طرف نگاه میکنیم به عالم امکان، میبینیم ازلی و ابد نیستن ممکنات. فلان بچه فلان روز متولد شد، فلان روز هم مرد. فلان امارت و فلان روز ساختند و فلان روز خاک شد و همسان زمین شد. تاریخچه داره، ابتدا داره، انتها داره، تغییر داره، یتغیر، نمو میکنه. این درخت نمو میکنه، این فرزند انسان نمو میکنه، رشد میکنه، لاغر میشه، حرکت داره، از اینجا میاد اونجا، حس داره. آیا این عوارض در اون ذات ازلی یا ابدی ممکن را پیدا کنه؟ ابتدا، انتها، تغییر، عوارض، نمو، رشد، احتیاج به مکان، زمان، اون ذات از همه اینا بالاتره. این موجودات امکانی رقمی هستن. آیا این دوتا میتون یکی باشه؟ یعنی چه وحدت؟ یعنی وحدت ازلی و غیر ازلی، وحدت متغیر و لایتغیر، وحدت متحرک و غیر متحرک، وحدت چیزی که محتاج زمان و مکان است با چیزی که برتر از زمان و مکان است، این چه وحدتی؟ اگر در آدم خیال و مسائل شعریات و اینها بخواهیم بگیم یه مسئله ای، مس افتادم و در آن مستی به زبانی که شران نتوان و دیگه نه عقل ماند و نه هوش و سوخت هم کفر از آن، از اینها، خب اینها شعریاته، خیالاته. واقعیت به ما بگید این متغیر با اون ثابت یکیه؟ چه وحدتی؟ کدام عقل باور میکنه که اینا عین هم باشن، واحد بوده باشن؟
گاهی میگن اینا یه مسائلی است که شما متوجه نمیشوید و شما توجه ندارید و این حرفها یه حرفهایی است که منطق و عقل نمیپسنده. حرف حسابی باید زد و خیالات هم کنار گذاشت. دو تا چهار تا به ما بگید اون متغیر با اون ثابت، اون ازلی ابدی با اون غیر ازلی و ابدی یکیست؟ امکان نداره یکی باشه. حالا اون اعمال هم بمانه، میرسیم آثار وحدت وجود در عمل در خیلی جا من عرض میکنم یه آثار خیلی گسترده ای داره. فبنا ان علی ذلک منهای آیات قرآن، که نصف قرآن شاید نصفش و نصف بیشتریش مخالف وحدت وجوده، من عرض خواهم کرد. منهای آیات قرآن، خود این دلیل عقل رو که میذاریم جلومون میبینیم اینها درست نیست. گاهی میگویند وجودات امکانیه امور اعتباری هستند، امر حقیقی ذات پاک خداوند است. وجودات امکانیه امور اعتباری هستند، امر حقیقی ذات پاک خداست. میگه منظورتون از امور اعتباریه یعنی چی؟ ها بشکافی، یعنی خیال یا واقعیت؟ بنده یه امر خیالی هستم یا یه وجود واقعی دارم؟ ولو یه وجود ضعیف هستم مثل این شمع در مقابل اون آفتاب بزرگ آدم هست، بالاخره یه واقعیت وجود ما یا خیال اعتبار یعنی چی؟ یکی از مشکلات اینو دقت کنید که در این گونه مباحث این گونه افراد ایجاد میکنن بازی با الفاظ، با الفاظ بازی میکنن. الامور الاعتباریه، اینها امر اعتباری هستند، اینها مظاهر و مجالی هستند، مجالی حقن، مظاهر حقن. سوال میکنیم شما منهای این الفاظ بگید بالاخره ما هستیم یا نیستیم؟ اکثر کنید، اگر نیستیم سوفسطایی میشیم. بگیم اینا ما خیال میکنیم هست، همش خیالات. عده‌ای از سوفسطایی ها میگن این وجودات که ما میبینیم همش مثل نقشه هاییست که در خواب میبینیم، صوریست که در خواب میبینیم، واقعیتی نداره. منکر وجود این موجودات خارجیه عینیه هستن. خب سفسطه و سوفسطایی اون یه بابی میشه. اگر واقعا اینا وجود ندارن خیاله، بریم سراغ مکتب سوفسطایی. اگر واقعیت دارن وجودی هستن، این وجود متغیر با اون وجود ذات ازلی ابدی ثابت، اینا نمیشه متحد باشن. این یه دلیل بیان روشن در اینجا. در اینجا ما میرسیم به این مطلب که ذات پاک خداوند البته قبول داریم از ما به ما نزدیکتره. این همین گاهی اسباب اشتباه میشه. و هو معکم اینما کنتو، هر کجا باشید با شما هست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از رگ گردنش به او نزدیکتریم. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا کجاست؟ بین ما و قلب ما. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. اما همه اینا قبول، خدا محیط، خدا به ما نزدیکتر، اما خدا غیر ماست، عین ما اون احاطه الهی قبول، اون وجود پروردگار که به من از من نزدیک است قبول، اما بس در وحدته که واجب و ممکن یکیست. وجودم داره ممکن، خیال نیست، اعتبار به من خیال نیست، واقعیت.
این واقعیت با اون واقعیت صفاتش متضاده، همه چیزش با هم متفاوته، زمان داره، مکان داره. این موجودات امکانی اجزا دارن، این اجسام همشون جزء دارن، ذات پاک خدا من جزء نداره. قل هو الله احد یعنی جزء نداره. و لیس کمثل شیء، هیچ چیز مثل او نیست. ولم یکن له کفوا احد، شما میگید همه چیز اوست، او همه چیزه. آخه این چه رقم میشه عقلا درست کرد؟ من جنبندی کنم تمام کنم، بازی با الفاظ کنار بذاریم، شفاف صحبت کنیم. مکتب سوفسطائی و انکار وجودی کائنات رو کنار بذاریم، بعد بنشینیم صحبت کنیم، بگیم این وجود واجب دارای این صفات، این وجود ممکن دارای این صفات. با چشم ممکنات رو میبینیم، تغییرات رو میبینیم، زوالش رو میبینیم، حدوثش رو میبینیم، نموش رو میبینیم و فنایش رو میبینیم. این با اون بگید یکیه، این با هیچ دلیل عقلی سازگار نیست. این دلیل عقلی روشن ما بر بطلان مکتب وحدت وجود به معنی وحدت موجود، وحدت مصداقی، یعنی در آدم یه وجود بیشتر نیست. همه امواج این دریا هستن، این دلیل بر بطلان این عقیده. و اما میریم سراغ آیات قرآن، ببین آیات چی میگه و چطور میشه بین باور کردن اون آیات و باور کردن این مکتب جمع کرده. ما در میان این وجودات خارجیه موجوداتی میبینیم مانند حیوانات درنده، موجودات کثیف، موجودات آلوده در گوشه و کنار میبینیم. چه رقم ممکن است کسی بگه همه اینها متحد با ذات پاک خداست؟ افراد شرور، جانی، قاتل، شرابخوار، اشیاء کثیف، آلوده، متعفن، همه اینها رو بگیم متحد است با ذات خدا، چه رقم این تعبیر میشه کرد؟ اگر کسی به ما بگه شما با اون موجود کثیف یکی هستید، چقدر ناراحت میشیم وقتی یه انسان از یه چنین نسبت ناراحت بشه؟ آیا سزاوار است اینها رو درباره ذات پاک خدا بگیم؟ اون متحد است با همه این موجودات بلا استثناء. حرف عجیبی است. و اما بریم سراغ ادله نقلیه و آیات قرآن. اگر در آیات قرآن دقت کنیم میبینیم آیات قرآن ابدا با مسئله وحدت وجود سازگار نیست. شاید نصف بیشتر آیات قرآن نفی میکنه این مطلب. حالا من 10 گروه از آیات رو در اینجا نوشتم، اینا به عنوان نمونه است، منحصر به اینها هم نیست. ببینیم اینا با عقیده وحدت وجود چه رقم سازگاره. اول آیات خلقت. در قرآن مجید بسیار زیاده خلقت آسمان، زمین، انواع موجودات، گیاهان، انسان. قرآن مجید در سوره روم آیه 20 میگه و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، یکی از نشانه های خدا این است که شما را از خاک آفرید. ثم
اذا انتم بشرون تنتشرون، بعد شما به صورت انسانهایی در روی زمین منتشر شدید. خلقت آدم، خلقت نطفه، جنین. قرآن مجید در سوره زمر آیه 6 میگه یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. خداوند شما را در شکم مادرهایتون آفرینشی بعد از آفرینشی در حالی که در سه ظلمت قرار دارید، ظلمت شکم مادر، ظلمت رحم و ظلمت اون غشایی که روی جنین کشیده شده، شما در ظلمات ثلاث هستی، سگانه اید. اما خداوند آفرینشی بعد از آفرینشی و خلقتی بعد از خلقتی برای شما داره. خب اگر ما معتقد باشیم در آدم یه وجود بیشتر نیست، دیگه خالق یعنی چی؟ مخلوق یعنی چی؟ آفرینش آدم از خاک یعنی چی؟ آفرینش انسان از جنین یعنی چی؟ تحولات دوران جنین یعنی چی؟ اینا چه مفهومی خواهد داشت؟ یه ذات است و غیر از او هیچ نیست، که یکی است و هیچ نیست جز او. این در تناقض آشکار با این تعبیرات قرآنی. این دوگانگی رو میگه، وجود واجب خالق، وجود ممکن مخلوق. خداوند خالق، آدم مخلوق، خداوند خالق، جنین مخلوق، دوران جنینی مخلوق و تحولات مخلوق. این چه رقم با وحدت میسازه؟ دوم، آیاتی است که درباره عبادت. از آیات قرآن مجید معلوم می شود خداوند ما را دعوت به عبادت کرده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. آیات مربوط به نماز، روزه، حج، آثاری که نماز داره، آثاری که روزه داره، آثاری که حج داره. خب می خواهیم ببینیم که خداوند خودشو پرستش میکنه. و اگر عابد و معبود هر دو اوست، پس خودش ذات خودش پرستش میکنه، خودش برای خودش نماز میخونه، خودش برای خودش روزه میگیره. یعنی چه؟ مرحوم آیت الله عظمای حکیم در مستمسک در ذیل همون مسئله دو از مسائل مربوط به نجاست کفار که از اونجا عروه یک کانالی زده است به مسئله وحدت وجود، اینشون یه مقدار از سخنان وحدت وجودی ها رو ذکر میکنه. بعد ایشون میگه اگر حسن ظن داشته باشیم باید بگیم اینا حرفاشون رو بر خلاف ظاهر و مجاز باید هم کرد. اگرم حسن ظن نداشته باشیم که اینا با هیچ شک از برنامه های دینی سازگار نیست. و واقعا هم حسن ظن داشتن به جمعی از صوفیه که با صراحت دانی حرفا رو میزنن، میگه لیس فی جبتی سوى الله، در این جبه من غیر از خدای چی نیست. سبحانی ما اعظم شأنی، منظم من، چقدر مقام من بزرگ است، من متحد با ذات پاک خداوندم. اینا رو نه حسن ظن نمیشه داشت نه توجیه بر مجازات کرد، مگر اینکه بازی با الفاظ کنیم که سابقا اشاره کردم. ما میخواییم منطقی بحث کنیم، با الفاظ نمیخواییم بازی کنیم. عابد و معبود و پرستش و نماز و روزه و سجود و آثار تربیتی اینها رو اصلا چه ارتباطی میشه داشته باشه اگر بگیم تمام عالم یه هستی بیشتر نیست و اون خداست. و اما سومین گروه از آیات، آیات مربوط به رزقه که در قرآن مجید
فراوانه. مثلا در آیه 24 سوره سبع قرآن میگه قل من یرزقکم من السماء والارض، قل الله. ای پیغمبر به این مردم بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میبخشه؟ بعد منتظر جواب اونها نمیشه، گاهی قرآن سوالی میکنه و منتظر جواب مخاطب نمیشه، خود قرآن جواب میده. قل من یرزقکم من السماء والارض، قل الله، بگو خداوند روزی میدهد. خب این آیات رزق به اضافه آیات شکر به اضافه آیات کفران لئن شکرتم لازیدنکم، اینها رو اگر در عالم هستی یه وجود بیشتر نی، کی رازقه کی مرزوقه؟ خداوند به ذات پاکش روزی میدهد از آسمان و زمین. خداوند شکر میکنه، خداوند کفران میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم همش مال خودشه، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید مال خودشه. مثلا نامفهومه. واقعا قرآن یه مسیر طی میکنه که اصلا با این اعتقاد وحدت وجود ابدا نامفهومه، هیچ نمیشه توجیه کرد. گروه چهارم از آیات، آیات اطاعت و معصیت است. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 33 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کسانی که ایمان آورده اید اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، اعمال خودتون رو باطل نکنید بر اثر کفر، بر اثر ارتداد، بر اثر ریاکاری. در آیه 121 سوره طه و عصا آدم و ربه فغوا، اون آیه اطاعت، این آیه عصیان. خب چه کسی اطاعت از چه کسی میکنه؟ چه کسی عصیان چه کسی میکنه؟ اگر وحدت هیچ غیر از ذات خدا نیست، همه اینا که میبینیم دیگه اطاعت معنی نداره. اطاعت ذات از خودش، عصیان ذات از خودش. مفهوم اطاعت عصیان وقتی تصور میشد که وجود واجب، وجود ممکن، دو وجود قائل بشیم، خالق مخلوق، واجب ممکن و عابد معبود، اطاعت و مطاع الله، اینا درست میشه. اما در زمینه انحصار به یه وجود تمام این الفاظ مفاهیمش از دست میده. این که من عرض کردم نصف بیشتر قرآن، میبینه که به هر کجای قرآن دست میزنیم میبینیم با این طرز تفکر وحدت وجود، وحدت مصداقی سازگار نیست. گروه پنجم از آیات، آیات ارسال رسول. در سوره نساء آیه 165 میخوانیم رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الله حجة بعد الرسل. ما رسولان فرستادیم، بشارت میدادند به مطیعان، انذار میکردند و بیم میدادند به عاصیان. چرا این رسولان رو فرستادیم؟ برای اینکه مردم حجتی در برابر خدا نداشته باشند، نگن خداوند اگر رسولان فرستاده بودی ما اطاعت میکردیم، ما فرستادیم و اتمام حجت کردیم. آیات اطاعت عصیان در قرآن خیلی زیاده. خب سوال در اینجا میشه، اگر وجود واحد حقیقی من جمیع الجهات، ارسال رسول برای چیه؟ یعنی خداوند پیغمبر رو برای خودش میفرسته،
رسولان میان بشارت به ذات خدا میدن، انذار ذات خدا میکنن، رسولان میان اتمام حجت برای خدا میکنن. چه اتمام حجتی، چه بشارتی، چه انذاری، چه ارسال رسولی، چه انذار کتبی. پیغمبران آمدن برای اینکه انسانها رو تربیت کنن. لابد باید یه مربی باشه، یه تربیت شونده باشه. ای همش یکیه، خودش تربیت میکنه. روایات ارسال رسولان و پیغمبران که در قرآن مجید 25 پیغمبران بهشون اشاره شده و بعد هم رسولان دیگری رو میگه که قرآن نام اونها رو نبرده، اینا برای چی بودن؟ وجود واحد با این مسائل ابدا سازگار نیست. گروه ششم از آیات، آیات امتحانه. در سوره بقره آیه 155 میدانید، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات فبشر الصابرین. ای پیغمبر به اینها بگو ما شما را امتحان میکنیم، گاهی به حوادث وحشتناک، گاه به گرسنگی، گاه به نقصان اموال، قحطی، گاه به نقصان ثمرات میوه ها، گاهی هم گفتن ثمرات، ثمرات وجود انسان اشاره به فرزندانی است که میوه وجودی انسان است. فبشر الصابرین، به صابران بشارت بده که در این امتحانات از عهده امتحان خوب بر بیان. سوال این است که آیات امتحان هم در قرآن کم نیست. کی امتحان میکنه؟ خودش را، خودش با جوع و خوف و نقصان اموال و نقصان ثمرات خودش رو امتحان میکنه. بشر صابرین، بشارت به خودش میده که صبر میکنی در مقابل اینها. اصلا واقعا نامفهومه. اگر ما وحدت حقیقی قائل بشیم، یه مصداق بیشتر نیست که قائل شدن گروه زیادی از صوفیه، بلکه عرض کردم صوفی نمیشود مگر اینکه قائل به وحدت وجود باشه. اگر یه همچین حرفی زدیم با این آیات چه کنیم؟ همش نامفهوم. گروه هفتم از آیات، آیاتی که مربوط به سؤال در قیامت و حشر و نشر از قبور است و فناء دنیا. سوره یاسین آیه 51، فإذاهم من الاجداث الى ربهم ینسلون. صیحه ای زده می شود پایان دنیا، صیحه عظیمی آغاز آخرت. وقتی صیحه دوم که نفخ صور دوم دمیده می شود، اذاهم انسان ها از قبرها بیرون میان و به سوی دادگاه بزرگ الهی حرکت میکنن، یعنی سلوم با سرعت میرن. خب این آیات که راجع به سؤاله، حشره، نشره، خارج شدن از قبور است، مقابل میزان الهی ایستادن، نامه اعمال در دست افراد بودن و اونها رو مورد سؤال قرار دادن، اینا با وحدت، کی؟ نامه عمل کی؟ عمل اون ذات واحد، سوال از او، سوال کننده او، سوال شونده او، حشر و نشر او، او از قبرها به سوی دادگاه محشر حرکت میکنه. ملازمی فرمای چقدر
نامفهوم است اون اعتقاد با این. و ما از اینجا یه نکته مهم میفهمیم که این اعتقاد به وحدت وجود قطعا یه اعتقاد وارداتیه در اسلام نبود. قبل از اسلام در میان عده‌ای بوده، بعضی از فلاسفه، بعضی از همون صوفیه که قبل از اسلام هم وجود داشتن و اشکال مختلف، در هند نوعی از این تفکر بوده. بعد از آنی که اقوام دیگر آمدند و مسلمان شدند و وارد اسلام شدند، یه تفکر وارداتی بود. حالا این تفکر وارداتی ناموزون با تعلیمات اسلام، اینا خواستن به این پیوند بدن و جوش بدن، چیزی که اصلا پیوند نمی خورد، چیزی که اصلا جوش نداره. مجاز، بله، اگر می گفتن مجازی ما میگیم، می گفتیم بسیار خوب. اونا میگن حقیقت است و حقیقتی هم بالاتر از نیست، واقعا یکیست. تصریح به این میکنن. اگر مجاز بگن خیلی خوب، دامنه مجاز و خیال بافی مجازی وسیعه. اما عیب کار این است که اونها تصریح به وحدت حقیقی میکنن، تکثر میگن مجازیه، میگن این که میبینید اینها خیاله، کثرت خیاله، مجازه، توهمه، در خارج جز وحدت هیچینی وجود واحده، منتها ما با خیالات خودمون اینها رو متکثر میکنم، کثرت و مجازی میدونم. و اما گروه هشتم، آیاتی که درباره عذاب و کیفر و جهنمه، آیات زیادی در قرآن داریم، از جمله قرآن مجید در سوره فاطر آیه 37 میگه و هم یسترخون فیها، جهنمی ها ناله میکنن، فریاد میکشن در جهنم، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، خداوند ما را بیرون بیاور بریم عمل صالح انجام بدیم. خب اینا درباره عذاب میبینیم. کی ناله میزنه در جهنم؟ اصلا جهنم چیه؟ علیاذ بالله این ذات خداونده. دوزخیان این ذات او هستند. آتش و عذاب این ذات اوست. فریاد و ناله این ذات اوست. منو برگردانید تا عمل صالح کنم. او میگه منو برگردانید خداوند یگانه. اصلا نامفهوم نامفهوم نامفهوم. گروه نهم، آیات مربوط به بهشت، در سوره دهر میخوانیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیکان از اون نوشابه های بهشتی چندین رقم خداوند در قرآن مجید اشاره کرده است به نهرهای بهشتی که هر کدام دارای اثری هستند و دارای لذت مخصوصی هستند و نیکان و پاکان در بهشتند و بر ارائک نشستند و مقابل یکدیگرند و غلمان اطراف اونها میچرخند و با اونها را پذیرایی میکنند و امثال اینها. خب سوال، بهشت عین ذات پاک خداونده، اون نهرها عین اوست، اون پیمانه ها عین اوست، ابرار عین او هستند. این دیگه هر چی حساب میکنیم میبینیم
واقعا نامفهوم نامفهومه. و اما گروه دهم و غیر از این گروه هم گروه های دیگری هست. آیات شفاعت در آیت الکرسی میخونیم من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. بعضی از وهابی ها شاید مایل باشن اصل مسئله شفاعت رو هم منکر باشن. اینا گزینشی به آیات قرآن برخورد میکنن، یه آیه رو میگیره آیات دیگر رها میکنه. این آیه میگه من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی خدا باید اجازه شفاعت بده. با اجازه خداوند شفاعت مفهوم پیدا میکنه. آیات شفاعت زیاده، میخوام ببینیم کی شفاعت میکنه، از کی شفاعت میکنه، برای چی شفاعت میکنه، شفاعت کننده کیست، شفاعت شونده چیست، هدف از شفاعت چیه. اون وجود واحد ازلی ابدی لا یتغیر، خودش شفیع و خودش مشفوع له، در باره خودش گناهان خودش رو ببخشد، وسیله شفاعت. این ده گروه بود از آیات قرآن من خوندم که میبینید اصلا هیچ سنخیتی با تفکر وحدت وجود نداره. این یه تفکر وارداتی در اسلامه، با روح تعلیمات اسلام ابدا سنخیت نداره. از این ده گروه بگذره، ده گروه دیگر میشه از آیات قرآن زمیمه کرد که اونها هم هیچ کدام سازگاری با این طرز تفکر نداره. باید برگردیم به سراغ همون فرمایشی که مرحوم آیت الله حکیم داره، میگه اگر حسن زن داشته باشیم، البته منظورشون از حسن زن، حسن زن به صوفیه نیست، بعضی از فلاسفه اسلامی هم بودن، اون حسن زن درباره اونها میگه، یه کلامی هم از بعضی ها نقل میکنه، بگیم اینا باید حمله بر خلاف ظاهر بشه، ولا ایشون میگه اگر حمله بر خلاف ظاهر نکنیم اصلا با تعلیمات اسلام به هیچ وجه سازگار نیست و کسی که معتقد به اینها باشه هیچ. حالا برگردیم به اون مطلب و بحث رو تمامش کنیم فعلا. و اون مطلب که قبلا هم بهش اشاره کردم این است که اگر کسی ملتزم به لوازم مذهب وحدت وجود بشه نمیتونه مسلمان باشه. ملتزم به لوازم شدن همینه، بگه جنت و نار و منکر بشه، عابد و معبود و منکر بشه، عذاب و پاداش الهی رو منکر بشه. اینا لوازم میشه دیگه. عابد و معبود رو قبول نداشته باشه، اینا الالتزام به لوازم مذهب همول فاسد. من التزام به لازمش همینه، یعنی واقعا این آیات رو بزنیم جلوش، این آیات رو واقعا قبول نکنه، بگه اینا همش مجازاته، اینا همش مجازات. حقیقت همون یکی بیشتر نی. اگر ملتزم به این لازم بشه، خب همه این ضروریات اسلام و ضروریات قرآن رو باید انکار بکنه. وقت چین کسی که نمیشه ما مسلمان بدانیم. امیدوارم تا اینجا روشن کرده باشیم که منظور از وحدت وجودی که فاسده چیه و چرا فاسده، و این دلایل سگانه‌ای که عرض کردیم که یکی عقلی بود و یکی عقلایی بود و یکی هم نقلی و مربوط به آیات قرآن بود. حالا یه تتمه‌ای داره که انشاءالله در جلسه دیگر عرض میکنم. امیدوارم خداوند در این اربعین امام حسین به همه توفیق آشنایی به اهداف امام حسین عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صل على محمد و آل محمد.